کمک میکنن، آرزو میکنن خودشون، خانومشون، همه خانوادهشون همیشه شاد و تندرست و سرحال باشن، حسابهای بانکیشون هم پر و پیمون باشه. بعد تشکری دارم از آقای ناصر توکلی که در رادیوی ایران هوستون تگزاس این برنامه رو همزمان پخش میکنن. هر کی بخواد این رادیو رو ببینه باید بره روی وبسایت www. و کی که علامت همه رادیو هاست، و چون که رادیو ایران هوستون تگزاسه پس میشه rihc.co، کو یعنی سی او، و میتونه روی لپتاپ و روی تلفن های سمارت فون و روی بسیاری دستگاه این رو ببینن، در اتومبیل در هر جا که هستن بشنون صدای این رو داشته باشن. و همینطور تشکر بسیار صمیمانه دارم خدمت آقای پارسا سربی، مدیر مردم تیوی، که این برنامه رو همزمان پخش میکنن و خیلی دیگه همزمان پخش میکنن، چندین بار تکرار میکنن و بعد هم میزنن روی یوتیوب. شما اگه برید روی یوتیوب اسم منو پرویز مینویی رو تایپ کنید، این برنامه میاد، تاریخ داره، هر کدوم بخواید میتونید دوباره تماشا کنید، یعنی هر موقع بخواید میتونید این رو ببینید. بله برگردم به مطلب. ببینید این چیزی که خوندم نوشته در مجله راه زندگی، نوشته که مردمان اروپا اون سیب‌هایی رو که از نفل و شاتو با پرواز اختصاصی به ایران فرستادن دارن طعمش رو میچشن. منم مقالم در همین مورد بود، اونو فرستادم، امروز تایپ شده کامل فرستادم برای مجله تهران آقای شهبود نوری که محبت میکنن نوشته‌های منو چاپ میکنن. بعد وقتی اینو میفرستادم پیش خودم فکر میکردم که، یعنی وقتی این نوشته بودم و داشتم روش کار میکردم، پیش خودم فکر میکردم که من این فکر میکنم، شاید من توی مقالم نوشتم که فکر نکنید من دوچار خیال بافی شدم، توجه کنید. ببینید، الو، درود بر شما، گوشی خدمتتون قربان. بله، مرسی، خیلی متشکرم، خیلی متشکرم، خیلی ممنون، سپاسگزارم، مرسی. بله، جناب سربی کمک میکنن، کارگردانی هم میکنن، میگن که میکروفون بیار بالاتر، که من آوردم بالاتر. امیدوارم که خانم مرجان در اتاق فرمان توجه کنه، اگه صدا ضعیفه یه جوری به من بگن یا از اونجا درست کنن، صدا مثل که پایینه، ضعیفه. بله، داشتم میگفتم که در 36 سال پیش در سال 1979 یک آقای خمینی رو بردن در پاریس و بزرگش کردن و در اونجا خب توطئه های انجام شد. من سوالم اینه، آیا حقوقدانان جهانی، حقوقدانان ایرانی، آیا کسی هست ببینی که اگر کشورهای بزرگ دنیا دست به دست هم دادن توطئه کردن برای علیه یک دولت و یک ملتی، من نمیگم که رژیم شاه ایدئال بود، خیلی اشکال داشت، ولی در مجموع سبب ترقی ایران بود، کشاورزی، صنعت در حال رشد بود، دانشگاه ها در حال رشد بود، مسافرت مردم، جوان ها به خارج و درس خوندن و برگشتن ادامه داشت، توطئه کردن و این بلا رو بر سر ما آوردن. در این توطئه بسیاری دولت های جهان شرکت داشتن، از جمله شوروی یا روسیه، از جمله اسرائیل، انگلستان، فلسطین، مصر، لیبی، هر کشور، من فکرم فقط چین شرکت نکرد، وگرنه همه این کشور دنیا دست به دست هم دادن. اما دوتاشون معلومه، آشکاره، یکیش آقای
جیمی کارتر رئیس جمهور وقت امریکاست که عملا ذکر شد. دولت مردان امریکایی در اینترنت به اصطلاح برنامه گذاشتن که ما 150 میلیون دلار به دفتر آقای خمینی کمک کردیم. اینو بسیار ایرانی ها دیدن، منم دیدم. بسیار ایرانی ها اینو ضبط کردن دارن، یعنی اگر از اون اینترنت پاک شده اگه هیچ جا نتونی پیدا کنی، ایرانی ها هستن که من میشناسمشون که اینو ضبط کردن و دارن، که به منم نشون دادن که اون گوینده میگفت 150 میلیون دلار از طرف آقای جیمی کارتر به دفتر آقای خمینی کمک شد. از طرف آقای جیسکاردسن رئیس جمهور امریکا برای این یه دستگاه، یک فرستنده رادیویی گذاشتون تو اتاق نوفلوچاتو، توی حیات نوفلوچاتو، یعنی یک آخوندی که اونجا رفت، اون آخوند هر لحظه که هر حرفی میزد سر تا سر دنیا همه میتونستن بشنون. آخه کی میاد این کارو بکنه؟ و بعد وسایلی براش گذاشت که نوارها رو تکثیر کنه و وسایلی فرستاد که این نوارها رو به ایران بفرسته و جنگ روانی رو بر علیه دولت آغاز کردن. متاسفانه این همزمان با وقتی بود که دولت شاه تصمیم گرفته بود که دست از دیکتاتوری برداره و دموکرات بشه و میگفت روزنامه ها هرچی میخوام بنویسن بنویسن، خبرها رو همینطور کاملا بفرستید برای مردم. آقای پرویز ثابتی تو اون کتاب در دامگه حادثه نوشته، ما میگفتیم، ما میدادیم به اصطلاح رئیس ساواک، رئیس ساواک میرفت شرف‌ارض میرسون، اصطلاحی بود شرف‌ارض میرسون، که قربان، یعنی آقای پادشاه اگر ما تو روزنامه ها توی رادیو تلویزیون بگیم مردمان این شهر رو این شهر رو این شهر بانک ها رو آتیش زدن، اتوبوس ها رو آتیش زدن، هیچ کاری نکردیم، هیچ تنبیهی نکردیم، مردمان اون شهر رو اون شهر رو اون شهر رو دیگه میگن ما که از اینا کمتر نیستیم، بذار ما هم بکنیم. درست در این موقعیت، در موقعی که حکومت ضربه پذیر شده بود، ضربه رو شروع کردن و این بلا رو سر ما آوردن. ببینید حالا چجوریه که من میگم الان، همینطور که من میگم، هم نویسنده این مقاله گفت که الان که 12 تا فرد که از جمله 4 تاشون کاریکاتوریست بودن در مجله شارلی ابدو ترور میشن، میوه همون باقه. حالا چرا همون باقه؟ ببینید آقای خمینی یک آخوند کینه‌توزی بود که در سال 1342 15 خرداد 1342 میشه برابر 1963 حمله کرد که حکومت شاه رو سرنگون کنه و داشت به هدفش هم نزدیک میشد. اگر هوشیاری و به موقع عمل کردن آقای امیر اسدالله علم وزیر دربار آن زمان که بعداً ببخشید نخست وزیر آن زمان که بعداً وزیر دربار شد، اگر هوشیاری این شخص نبود، همون موقع آقای خمینی حکومت پهلوی رو سرنگون کرده بود بدونی که امریکا و انگلیس و کسای دیگه هم بهش کمک کنن. ولی این بار به کمک اینها دوباره برگشت، بعد 15 سال دوباره برگشت و اون کاری که 15 سال پیش نصف کار گذاشته بود انجام داد. حالا بازم تکرار میکنم، چرا من میگم که سبب تباهی شد، چرا میگم این ترور دفتر مجله شارلی ابدو حاصل همون سیب‌هاییست که سیب‌های زهرآگی نیست که از درخت سیب باغ نفلا شد و با هواپیمای اختصاصی به ایران آمد. حالا چرا؟ چراش خوب توجه کنید. ببینید امیدوارم یادتون باشه، اونه که اون زمان به خاطر دارن، امیدوارم که یادشون باشه. آقای خمینی همون روزای اول که اومد قدرت رو گرفت، یه روز که توی تلویزیون هم نشون دادن، من خودم با چشم و گوشای خودم شنیدم، آقای خمینی رو به همه آخوندها که در حضورش جمع شده بودن کرد، گفت که با فریاد، با همون صدای پر ابهت، به اون کاریزمای خیلی پرقدرتش، گفت چرا همش آیه های رحمت قرآن را میخوانی؟ تکرار میکنم، گفت چرا همش آیه های رحمت قرآن را میخوانی؟ بازم تکرار میکنم، خمینی به آخوندها گفت چرا همش آیه های رحمت قرآن را میخوانید؟ خب حالا توضیح میدم آیه های رحمت یعنی چی. ببینید اون زمان در اثر تبلیغاتی که روشنفکران غربی کرده بودن
و گفته بودن که این قدیسه، این مثل مهاتما گاندیه، این اصلا آخون نیست، این فیلسوف بزرگه، فلان از این حرفا. و این حرفا تکرار شده بود، مردمان جهان سوم از جمله ما ایرانی هم گول خورده بودیم و فکر میکردیم که واقعا علی آباد هم به قول معروف شهریه. همه مردم دنیا چشمشون به دهان این بود، به دهان آقای خمینی بود. وقتی آقای خمینی گفت چرا همش آیه های رحمت و قرآن رو میخونید، همه دنیا فکر کردن مسلمان ها، چه شیعه چه سنی چه هر شاخه از این دو مذهب بودن، فکر کردن چرا ما آیه های رحمت رو میخونیم. آیه های رحمت همشون با همه، یعنی همه همیشه قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه، یعنی به نام خداوند بخشنده مهربان. آقای خمینی یادتون باید باشه حتما، این که من میگم دلم میخواد یادتون باشه، از خاطراتتون کمک بگیرید. بسم الله الرحمن الرحیم رو عوض کرد، گفت بسم الله القاسم الجبارین، یعنی به نام خداوندی که جبارها رو دو نیمه میکند. یعنی از اون اولش دو نیمه کردن شروع شد. ببینید آیه های قرآن دو جوره، شما خودتون بهتر هم میدونید. یه جور میگن آیه های مکی، یه جور میگن آیه های مدنی. آیه های مکی، آقای محمد وقتی که در 40 سالگیش اومد ادعا کرد که من پیغمبر شدم، 10 سال تو مکه بود، بعد از مکه که رفت مدینه 13 سال هم در مدینه بود، در نتیجه 63 سال عمر کرد. و اون کتاب 23 سال معروف که آقای علی دشتی نوشته شده، یعنی از 40 سالگی تا 63 سالگی 23 سال دورانی که آقای محمد میگه من پیغمبرم. این دورانی که آقای محمد میگه من پیغمبرم 10 سالش تو مکه بود. در این 10 سال آقای محمد ضعیف بود، مورد آزار بود، مورد مسخره بود، مورد خاکستر رو سرش میپاچیدن بود، اینجوری بود، خار و ذلیل بود. ولذا نمیتونست آیه های خشمگین بیاره. همه آیه های چی بود؟ این بود که ببخشید شما دینتون لا اکراه فی دین، هر کس هر دینی داره محترمه، شما فقط باید یادتون باشه که خدا بهشت داره، جهنم داره، جهنم آتیشه، بهشت خوبه، خوبه کار خوب بکنید برید بهشت، کار بد نکنید برید جهنم. ولی من کار این کاره ای نیستم، من بشارت دهندم، من اومدم به شما اینها رو بگم، تصمیم گیری با خودتونه. همه این آیه ها اینطوری بود. اما وقتی آقای محمد رفت مدینه، بعد از اینکه یارانش دچار گرسنگی و دچار وضع مالی بد شدن و به هر حال قرار گذاشتن که حمله کنن دیگه، غارت کنن، بعد از اینکه به چند تا کاروان بیخبر حمله کردن و بعد از اینکه به چند روستای در خواب شبیخون زدن، یه مقدار مال اموال جمع شد. وقتی مال اموال جمع شد، تمام اونای گردنکشایی که شمشیر به دست بودن و آماده قتل و کشتار و غارت بودن جمع شدن دور محمد. اصلا به خاطر اسلام جمع نشدن، به خاطر غارت جمع شدن و غارت‌های محمد شروع شد. وقتی غارت‌های آقای محمد شروع شد، در نتیجه هی سپاهش بیشتر شد. حالا که سپاهش بیشتر شد، آیه های دیگری اومد، آیه های مدنی اومد. آیه های مدنی مثلا یکی از آیه هاش اینه که آیه محمده میگه که هر جا به کفار رسیدید گردنشون رو بزنید، آیه 4 سوره محمد. یا در توبه میگه که هر جا به کفار رسیدید بکشیدشون. یا میگه که اهل کتاب، مسیحی‌ها، کلیمی‌ها، اینا همه کافرن. یا در آل عمران میگه که هر که غیر اسلام دین دیگری بپذیره ازش پذیرفته نیست و از خسارت دیدگان از تنبیه میشه. پس بنابراین آیه ها عوض شد. پس وقتی آقای خمینی گفت شما چرا همش آیه های رحمت را میخوانی، یعنی شما آیه مکی رو نخونید، آیه مدنی رو بخونید که کشت و کشت داره. خب طبیعی است که جهت عوض شد. پس اصلا اسلام عوض شد. اون زمان از اسلام یک دید دیگه ای مردم داشتن، روی منبرها، توی کتابها، توی نمیدونم مجله های اسلامی همش از رأفت و مهربانی خدا می نوشتن، آیه های مکی رو می نوشتن، می خواستن اسلام رو خوب جلوه بدن دیگه، می خواستن مردم رو علاقمند کنن به اسلام. اما آقای خمینی گفت چرا آیه رحمت می نویسید؟
و گفت آیه های خشم رو برسید، همون لحظه عوض کردن. آخوندهایی که مرعوب خمینی بودن میترسیدن از خمینی. آن خمینی یه دفعه اومد، ببینید شیر و خورشید که آرم رسمی کشور ایرانه، در طی قرون 2500 سال پیش مثلا یک چیزی هست، یک عکسی هست من در کتاب آقای ناصر انقطاع دیدم، حالا الان دقیقه یادم نیست، ولی نشون میده که مثلا خشایارشا پشت یک شیری بایستده و خورشید هم پشتشه، یعنی این شیر و خورشید بوده. حالا این پرچم سرنگ بوده، رنگاش جدا بوده، مثلث شده، مستطیل شده، ولی اون شیر و خورشید بوده همیشه. در زمان آقا محمد خان، آقا محمد خان چون خیلی اسلامی بود میخواست این شیر و خورشید رو ورداره، گفت این نشان از مثلا زردشتی هاست، اینو ورداریم. اونایی که عاشق این نشان بودن گفتن آقا این شیر این حضرت علیه، اون خورشید هم حضرت محمده، چی میخوا ورداری؟ ورداری من چی؟ آقا محمد خان گفت اگه اون حضرت علیه پس ذوالفقارش کو. اومدن یه شمشیر دادن دست شیر، این شمشیر دادن دست شیر برای که شیر خورشید رو حفظ کنن. همینطور بود تا امیر آقای امیر کبیر در زمان ناصرالدین شاه دقیقاً پرچم رو توضیح داد، گفت مثلا سبزش باید اینقدر باشه، عرضش اینقدر باشه، طولش اینقدر باشه، این چیرش اینقدی باشه، نمیدونم فلان باشه، همه اینا. و از اون موقع این دگمه های لباس های پلیس یادتون باشه، یک برجسته بود روی شیر خورشید بود و روی کلاه افسرها و سربازها اینا شیر خورشید بود. اون شیر خورشید از اون زمان به این شکل اومد. هیچ کمیسیونی، نه شورای انقلاب، نه نمیدونم مجلس خبرگان، نه نمیدونم شورای نگهبان، نه مجلس شورای اسلامی، هیچ نهاد قانونی شیر خورشید رو به اصطلاح لغو نکرد. فقط آقای خمینی یه روز گفت وردارید این شیر خورشید منحوسا، همین. تا گفت وردارید، مردم افتادن به اینکه کاغذهای دولتی رو شیر خورشید رو همه رو سوراخ کردن و چاپ ریختن دور، دوباره چاپ کردن که علامت جمهوری اسلامی رو بزنن. علامت جمهوری اسلامی هم ایاتون باشه اولش 4 تا مشت بود، یعنی یه مشت اینطوری، 4 تا اینطوری مشت بود. خب اومده آقای بنی صدر میگفت رفتیم به آقای خمینی گفتیم آقا این 4 تا مشت یعنی چی؟ یعنی هر کی به اون میگه سلام علیکم یه مشت میزنه تو چونش. بعد آقای خمینی گفت خب یه نقش دیگه بده، این نقش گذاشتن که خب ایشون هم چون تعلقاتی به هند و اینا داشت، این نقش که ظاهرا الله ولی شبیه نشان سیکاس اومد توی اینجا قرار گرفت. منظورم اینه که آقای خمینی یه حرف میزد اصلا لازم نبود که قانون دنبالش برداشت، یه حرف میزد همه میگفتن، همه دنبالش میرفتن. ولی لذا از اون زمان 36 سال پیش آیه های رحمت را آقای خمینی لغو کرد، گفت آیه های خشم رو بیارید. وقتی آیه های خشم رو بردن، بعد از 36 سال برگشت به فرانسه، نتیجهش دیدن بازماندگان آقای جیسکار دستان و دیگر فرانسویان. الان دیگه مسئله ایران نیست، مسئله جهان اسلامه. جهان اسلام رفته آیه هایی رو پیدا میکنه که توش نوشته بکش، توش نوشته غارت کن، توش نوشته تجاوز کن، توش نوشته برده بگیر. من در اون رشته خودم نوشتم آیا امکانی هست که حقوقدانان ایرانی یا به کمک حقوقدانان خارجی که انسان دوستن، حقیقت جو هستن، حداقل برای بر علیه این دو تا رئیس جمهور این دو تا کشور، یعنی جیمی کارتر و جیسکار دستن، اعلام جرم بشه؟ اینا باید میلیاردها دلار خسارت بدن به ایران و الان هم به سوریه و عراق که این همه درشون که در کشورشون کشتار شده. اگر این آقایون غربی ها، سران کشور غرب، نمیدونستن که آقای خمینی چه راهی رو میخواد بره، چی کار میخواد بکنه، که خب احمق بودن. چجوری میشه شما همه جمع بشید یه نفر بیارید رهبر یک کشور، کمک کنید رهبر یک کشور بشه؟ حتی آقای خمینی میخواست بیاد ایران، گفت من میترسم ارتش کودتا کنه منو بکشه. گفتن آقا ما آقای جنرال اسمش هم یادم
اون جنرال میفرستیم که با رؤسای ارتش حرف بزنه و نذاره که معاون ناتو یا نیتو بود. گفتم ما اینو میفرستیم که با رهبران جنرال های ایرانی حرف بزنه، نذاره گودتا کنه. و این اومد چون که از سالهای قبل با جنرال ایران آشنا بود، همش بهشون گفتش که شما از آقای بختیار حمایت کنید، همش گفت از آقای بختیار حمایت کنید. و در نتیجه جنرال ها به جایی که مثلا جنرال های مصر کاری بکنن یا مثل جنرال های ترکیه کاری بکنن، یه اعلامیه دادن ما بی‌طرفیم. آقا یه عمری به شما پول میدن که موقعی که کشور در خطره شما بیاید از مردم دفاع کنید، اعلام بی‌طرفی کردید. اون آقای قره‌باغی اعلام بی‌طرفی کرد، دیگه جنرال هم بادار کرد که گوش بدن به حرفش و این شکلی شد. خب به هر حال اگر رهبران خارجی میدونستن که گناهکارن، اگه نمیدونستن هم که بازم گناهکارن. البته ما هم گناهکاریم، هممون گناهکاریم، منتها مقصودی به شدت مؤثر میتونه باشه. خب اجازه بدید که مقداری از مجله بیداری براتون بخونم. من یه مقدار میخوام از بحرین براتون بگم. یکی از دوستان گرامی من، سرکار خانم دکتر هما برازندکار، یک کتابی رو درباره بحرین نوشتن و این کتاب رو، این کتاب این شکلیه، نگاهی به تاریخ سیاسی بحرین، این شکلیه. اینم پشتشه، اینم خود این خانم هستن که کتاب رو نوشتن که من عکسشون خیلی کوچکه، نمیدونم حالا دیده میشه در اینجا یا نه. بله این عکس ایشونه که اینجا مشاهده میکنیم. الو الو، درود بر شما. گوشی صدا دو خط پخش میشه، بفهمید. اولا این جنرالی که شما دنبال اسمش میگشتی جنرال هایزر بود. آفرین بر شما، مرسی، خیلی ممنون. آره من یه دفعه از میگم، مثلا 13 دفعه آمد به ایران که خاویار جمع کنه ببره آمریکا. برای این مسئله میومد، کار دیگه ای نداشت. خیلی متشکرم ازتون، مرسی. اجازه بده. بله بله بفهمید. بعد میخواستم عرض کنم خدمتتون که سعدی یه شعر داره، میگیم وقتی آدم میشینه پای مثلا این آدم های مسن یا این آدم های حزبی که به ملی اینا میگن آقا خمینی ما رو گول زد. خب چجوری گول زد؟ با چی گول زد؟ خمینی یه چیزایی گفت، مثلا نمیدونم آب مجانی میکنیم، برق مجانی خب اینا امکان عملی داره، ممکن آدم گول بزنه. بله ولی ایشون یکی نبود بره این پاریس در مقابل این بلنگوها در بی بی سی بگه آقا این عکسش خودتو چجوری فرستاری به کره ما، اینه برای ما تشریح کن. بله به قول سعدی میگه که گر از بسیط زمین عقل منهدم گردد، به خود گمان نبرد هیچ کس که نادان است. یعنی اگر عقل از روی زمین بپره بره، بازم یه عده میگن ما دانا هستیم، درسته که اون زمان همه نادان بودن. بله توجه فرمایید. بله بسیار. عقل از همه پریده بود که این آب بابا اومد پاشد. بله. اومد سر کار. بله از اینه. خب دلایل دیگه هم داشت دیگه. مثلا ببینید اگر میخواید من گوشی رو بذارم، شما گفتش که شما به عقلت رجوع کن، شنونده باید عاقل باشه، خیلی شما حرفا میشنوی. خب اگه عقلت سر جاش باشه خب این حرفا رو قبول نمی کنی که.
بسیار سپاسگزارم ازتون. حالا من چند دقیقه درباره مطالبی که شما گفتید توضیح میدم. خواهش میکنم. مرسی. ببینید ما مردم ایران یه مقدار هایپر، امریکایی‌ها میگن هایپر، ما میگیم که به فارسی میگیم با یه قوره سردیش میکنه، با یه کشمش گرمیش میکنه. حالا لغت خاصی که اینو بذاریم نمیدونم چی جوری. ما اینجوریم، زود یه چیز رو خوب میدونیم، به 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 بسیار عالیه، زود یه چیز بد میدونیم، به به خیلی خیلی بده فلانه. ما حاضر نیستیم یک مقداری بیایم ارزیابی کنیم بگیم آقا این چیزاش خوبه این چیزاش بده. مثلا چون با جمهوری اسلامی بدیم پس میگیم همه آخونده بده. فکر نمی کنیم مثلا فرض کنیم که روحانی بالاخره فرق داره با مثلا فرض کنیم که خامنه ای دیگه، اینو افکارشون یه مقدار متفاوته، نمیتونیم بگیم همه. خاتمی نمیتونیم بگیم یه جور با اونای دیگه. خب اینا با هم یه مقداری فرق دارن. حالا چون که این کارو نمیدونیم، ما از آقای محمد رضا شاه، خب میدونید که تا 7 سال اول پادشاهیشون که 100% دموکرات بودن، بعد تا 12 سال پادشاهیشون هم بازم 90% دموکرات بودن. از 28 مرداد به بعد شد که گفتن من میخوام اثار خودم دستم بگیرم. یه دفعه هم توی خاطرات علم صحبت میکنم، آقای محمد رضا شاه میگه آقا راه دیگه ای نبود. درست؟ منطقه ما اینو نمیدونیم که راه دیگه ای نبود. در کشوری که اکثر وقتی که گروه کمونیستی در زمان مصدق تظاهرات میندازه، اون تظاهرات بیشتر از مجموع تمام جبهه ملیه، خب خطرناکه دیگه. حزب توده افسر داشت، تفنگ داشت، همه چی داشت، هر لحظه ممکن بود دولت به دست حزب توده بیفته و ایران بره پشت پرده آهنی. خب دیگه اینجا نمیشه با نوازش قربونه دارم و چاکرتم و اینو حل کرد. شاه اومد گفتش که من اثار خودم دستم میگیرم و اثارم دستش گرفت و در جهت آبادی ایران کار کرد. ولی ما همش غر زدیم، ما همش فکر کردیم چرا ایران سوئیس نیست، چرا ایران سوئد نیست. و در نتیجه جبهه ملی وقتی که مثلا فرض کنیم که در انقلاب شاه و ملت آقای محمد رضا شاه اومدن گفتن رعیت آزاد بشه و صاحب زمین بشه، جبهه ملی رفت طرف آقای خامنه‌ای، گفت نه. هر اتفاقی میافتاد جبهه ملی طرف گروه مخالف شاه رو میگرفت. خب حزب توده هم که در اصل مخالف شاه بود، خب بقیه مردم از اینا تحت تاثیر قرار میگرفتن دیگه. وقتی هم ببینید جبهه ملی چندین، جبهه ملی یک گروه آدم های فهمیده، تحصیل کرده، اغلب درستکار، اغلب سختکوشی هن که برای کشور ایران مظهر بسیاری خدمات بودن. اما همانقدر که به ایران کمک کردن و نوش دادن به ایران، نیش هم زدن. دو تا نیششون رو من میگم. یه نیشش، خب آقا همه تون میدونید دیگه، این که تعارف نداره، این که شطور سواری که دلا دلا نمیشه، که همه میدونن قانون اساسی میگه در قیام مجلس شاه حق نصب نخست وزیر و وزرا رو داره، نصب و عزل. ده ها بار اتفاق افتاده از زمان مشروطیت تا به اون زمان، ده ها بار اتفاق افتاده که در زمانی که مجلس نیست شاه این نخست وزیر رو گذاشته بعد عزلش کرده، یه نخست وزیر دیگه گذاشته بعد عزلش کرده. وقتی مجلس نیست شاه فرمان عزل مصدق داد، مصدق زیرش نوشت فرمان همایونی در ساعت یک بامداد روز 25 مرداد دریافت کردید. دیدید هم امضا کرد دکتر محمد مصدق، ننوش نخست وزیر قانون ایران. پس بیچاره مصدق قبول کرد که فرمان ازش رسیده، تموم شده کار. ولی اومدن آقای دکتر فاطمی، آقای نریمان، اعضای حزب توده، اینها اومدن افسرهایی که اونجا بودن پریدن اون یارو رو دستگیر کردن، آقای نعمت نصیری رو دستگیر کردن و این اتفاقات افتاد. این یه بار بود که آقای جبهه ملی، الو کال تومارو پلیز، کال تومارو پلیز. بله این یکی بود، جبهه ملی سبب شد که شاه برگرده بگه من میخوام خودم اثار بگیرم. اگر جبهه ملی اون فرمان عزل قانونی، تکرار میکنم، فرمان قانونی عزل مصدق، باز تکرار میکنم، فرمان قانونی عزل مصدق رو
اگه قبول کرد بود آقای مصدق، اون روال دموکراسی این دفعه به این دیکتاتوری نمیرسید. یکی دیگه وقتی آقای خمینی اومد قدرت گرفت، آقای محمد رضا شاه گفت آقای اون جبهه ملی، شما که همیشه ادعا میکنید که میخواهید کشور را اداره کنید، خب بیاید اداره کنید. این جبهه ملی به معلم بزرگ خودشون مصدق یعنی اقتدا نکردن. معلم بزرگشون مصدق وقتی تو مجلس در حالی که اقلیت بود بهش گفتم بیا نخست وزیر بشه، گفت باشه میام. به اینا گفتم بیا شما نخست وزیر بشه، نه ما نمیایم، شرط داریم این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن. بابا موقعیت بحرانیه، کشور از دست میره، به شما میگم بیا دولت در دست بگیرید، بیا در دست بگیرید. اگر آقای صدیقی اومده و دولت در دست گرفته بود و سنجابی و بختیار و بقیه دورش وایساده بودن، این وقت پیش نمی اومد که نیومدن نکردن. خب داشتم میگفتم که من از کتاب بحرین یک قسمت رو انتخاب کردم، در قسمت دوم برنامه که در تلویزیون ای2 هستم این مطالب رو براتون میخونم. هر کی میخواد، چون دیگه الان وقت نیست، این طولانیه، هر کی میخواد ای2 رو گوش بده باید بره e2channel.us، وبسایتش از e2channel.us، channel دو تا این داره دیگه، channel.us. و هر کی میخواد بره وبسایت منه ببینه که مقاله های من اون توه هستش، www.parvizminui.net. تکرار میکنم، parvizminui.net، www.parvizminui.net. البته .com هم هست، منتها قراره که این دوتا رو به هم وصل کنن که هرچی تو این وبسایت تو اون وبسایت هم بره. متاسفانه من که بلد نیستم، دوستانیم که بلدن وقتشون گرفتار بوده، قول دادن هفته آینده این کارو برای من انجام بدن که یه جوری بشه که هر کس میره .net یا .com یه چیزو ببینه، چیزای مختلف نبینه و این رو میتونه ببینه. خب طبیعیه که آقای پارسا سرمی هم لطف میکنن میذارن روی یوتیوب، هر کیم بره روی یوتیوب بنویسه پرویز مینویی، این گفتارهای من در روزهای چهارشنبه که در تلویزیون عصر امروزه، اینا میاد اونجا میتونه مشاهده کنه. خب برگردیم به، گفتم یه بخشایی رو از بیداری رو براتون بخونم. نوشته که سخنانی برای اندیشیدن، آقای سیاوش لشکری نوشته فرستادن پیامبر توسط خدا یعنی این که محصول من خراب از آب در آمده است، ببینیم این باباها میتوانند خرابکاری من رو درست کنند. الو گوشی 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 بله بفهمید، خواهش میکنم. ارزم به حضورتون این آقای صدیقی خیلی آدم فهمیده ای بود. بله. میدونست اگر شاه بره بیرون ارتش از هیچ کسی به اصطلاح امر و اطاعت نخواهد کرد، همونطور که ما در عمل دیدیم. بله. بختیار اومد، بختیار احمقانه و شاه، برای اینکه میدونست که شاه باید وایسه که جواب کاراشو بده دیگه. بله. بله. من میخوام بگم که یعنی بسیار کار عاقلانه ای کرد، خودش تصمیم نگرفت که بگید من جوابگو هستم، باید یه نفری که 35 سال مسئولیت داشت اون جوابگو باشه. بله. اون نمیتونه بره که من جوابگو باشم. بله. حالا شما چون دوست دارید روی خط بمونید، من روی خط هستید، من توضیح میدم براتون. آقای دکتر صدیقی اولش قبول کرد که نخست وزیر بشه. وقتی که قبول کرد، آقای سنجابی، دوستان من در جبهه ملی گفتن، گفتن آقای سنجابی ساعت به ساعت زنگ میزد که مبادا قبول کنی و مبادا قبول کنی و مبادا قبول کنی و منصرفش کرد از این کار. اونم شرط و شروطاشو زیاد کرد تا اینکه عملا قبول نشه. و هیچ معلوم نیست که اگر آقای صدیقی نخست وزیر میشد ارتش باهاش همراهی نمیکرد.
برای که شاه میتونست، شاه اگه به ارتش میگفت با همه همراهی کنید همه همراهی میکرد، دلیل نداشت که همراهی نکنه. این دفعه آقای هایزر اومد نذاشت که با بختیار همراهی کنه و ضمناً بختیار مرد تنهای شب شد، همه جز رد کردن بختیار از حزب ایران که دبیر کلش بود بیرون کردن، اخراج کردن از جبهه ملی، اخراج کردن وقتی نخست‌وزیر شد. به جایی که بختیار نخست‌وزیر، ببینید شما رو خط هستید، به جایی که اجازه بدید، به جایی که بختیار اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، به جایی که آقای بختیار نخست‌وزیر شده اعضای جبهه ملی خوشحال بشن و بیان بهش کمک کنن، کشور اداره کنن، چوب لا چرخش کردن. اون این حرف درسته، ولی جبهه ملی هم میدونست که نمیتونه بختیار اداره کنه در اون شرایط مملکتو. شما اون موقع ایران بودی؟ بله. و اگه ایران بودی میدونستی که چه قوقایی به پا شده بود و هیچ کس بختیار رو قبول نمیکرد، یعنی اصلا امکان نداشت این مسئله، مگر اینکه شاه میموند و نیروی ارتش پشت سر بختیار میذاشت اون ممکن بود، ولی اگه بذاره خودش دره نمیشه همچی چیزی. و من یه سوالی از شما دارم، بله، که آقای شاه چرا در سال 32 هم بازم در رفت؟ سال 32؟ سال 32؟ بله بله، بله. بله. ببین دوست از من، اجازه بفرم. خب مگه سوال نکردی؟ مگه ببین عزیز من، مگه سوال نکردی؟ خب بذار جواب بدم دیگه. بفرمایید. بله. ببینید از من، فرض کنید شما شاه هستید. طبق قانون، برابر قانون یه حکم می‌نویسید برای نخست وزیر، 100% هم می‌دونید حکمتون قانونیه، چون مجلس نیست، حق از نخست وزیر و نصب نخست وزیر با شما. یه حکم می‌نویسید برای آقای مصدق میگید آقا شما عزل هستی، یه حکم می‌نویسید برای زاهدی می‌نویسید شما از این به بعد نخست وزیر هستید. و بعد من گوش دادم به حرفای شما، شما باید به حرفای من گوش بدید. بعد فرداش می‌بینید که میان تو مجلس میگن گودتایی بود در نطفه خفه شد و بعد جایزه میدونن برای دستگیری زاهدی. شما چجوری به جان خودتون نگران نمی‌شید؟ به جان خودم؟ بعد اگه شاه باشید دیگه، در این چنین موقعیتی باید به جان خودتون نگران باشید. شاه یه مسئولیتی داره که نمیتونه از اون فرار کنه. یعنی الان میگن که شاه برای این در سال 57 گذاشت رفت که نمیخواست کشتار بشه. بله بله. پس ما اینو به فرض قبول میکنیم، ولی من میخوام اینم در سال 32 چرا؟ من که جواب تو میدادم، اگه بخوام جواب بدم باید همون حرفا رو تکرار کنم. برای که اون موقع سواره ببین دوست عزیز من، اگه من بخوام بگم برای شما چرا، باید همون حرفا رو قبلی رو تکرار کنم، چون حرف جدیدی که ندارم. میگم وقتی که دید فرمانش رو نمیخونن میگن گودتاست، احتمال این داد که بیان بکشنش، اون اب کشور خارج شد. خب فرستادن پیامبر توسط خدا یعنی این که محصول من خراب از آب در آمده است، ببینم این باباها میتوانند خرابکاری مرا درست کنند. ببینید پیغمبر برای چی میفرستن؟ بلکه اون چیزی که خدا تولید کرده خراب بوده درستش کنه. پس معلوم میشه که خدا در خلقت خودش دچار اشکال شده، بعد پیغمبر فرستاده که درست کنه. خدایی که شیطان بیافریند اندیشش شیطانی بوده و اشرف مخلوقاتش بهتر از ما نخواهد بود. 124 هزار پیامبر برای اصلاح بشر کافی نشد، یک شیطان خداوند برای گمراه کردن همه انسان ها کافی گردید. 124 هزار تا پیغمبر فرستاده نتونستن آخرش درست کنن، یک شیطان همه را چیز کرده، را بدر کرده. از خدای اسلام لا اکراه فی دینش را باور کنیم، در انتخاب دین مشکلی نیست. بقره سوره 256 یا یبتع غیر از اسلام دنیا من الخاسرین، این را هر کسی به جز اسلام دین دیگری را برگزار کنه پریزفته نخواهد شد و در آخرت از زیانکاران است. آل عمران. ببین سوال خیلی ساده است، میگه ما از خدا کدوم را باور کنیم؟ این که میگه
در سوره بقره 256 میگه لا اکراه فی الدین، یعنی هر کس هر دینی انتخاب کرده عیب نداره، یا اینکه در سوره آل عمران میگه که هر کی غیر از اسلام دین دیگه انتخاب کنه از خاسرین از مجازات میشه. کدوم میشه قبول کنیم؟ این خدا کدوم این دو طرف مال خداست؟ اگه اونه پس این که برعکسشه که در روی زمین بی‌نظمی شدید جوی و زمانی، بی‌عدالتی و فقر وحشتناک و دردهای تمام نشدنی انسان ثابت می‌کند کسی از آن بالا مواظب ما نیست و جهان بی‌صاحب است. واقعاً جهان بی‌صاحب است. اگر یه زمانی یه آفریدگاری بوده که اینا رو ساخته، اون مولکول‌های اولی رو ساخته، اون چیزا رو ساخته، برای به راه تکامل انداخته، اون رفته دیگه کسی نیست. اگه کسی بود که اینجوری نبود که یک کشوری مثل ایران بی آبی در دریاچه‌هاش خوش بشه، یک کشوری انقدر آب و بارون و برف بیاد که خونه‌هاش بره زیر آب، یه نظمی میشد. همین امریکا یه طرفش انقدر خشک میشه که آتیش میگیره جنگلا میسوزه، یه طرفش انقدر آب میاد که مردم نشون میده که انقدر آب اومده یارو رفته پشت بوم خونش نشسته که دیگه ای آب بیاد بالاتر خفه بشه. یه مطلب اینجا نوشته شده انگلیس و دایجان‌های ایرانی. دایجان ناپلئون‌های ایرانی در ذهن خود از انگلیسی‌ها سوپرمنی ساختن و باور دارن این سوپرمن در کار سیاست همه کشوران جهان به ویژه ایران دست دارن. اما معلوم نیست چرا این سوپرمن هیچگاه مردمی خوشحال و ثروتمند در کشور خود نداشته است و هیچگاه رفاه کافی برای ملتش نتوانسته پدید آورد. بیشتر مردم انگلستان نسبت به آلمانی ها و فرانسوی ها و ایتالیایی ها و البته امریکایی ها فقیرتر و تنگ دستر هستن، کوچکترین خانه ها را دارن. اگر توریست به این کشور نیاید، به ویژه عرب ها، وضعشان به مراتب بدتر از یونان و اسپانیا می شود. این چه سوپرمنی است که شلوار خودش را نمی تواند بالا بکشد، اما ما ایرانی ها او را گرداننده سایر کشورها به جهان می دانند. بر واقعا سوال خوبیه، چطور این سوپرمن دولت انگلیس کشورش حتی توی اروپا برترین کشور نیست؟ چجوری میتونه دنیا رو اداره کنه؟ شما ببینید آمار میگیرن خوشحالترین مردم جهان کدوم ها هستن، هیچ وقت نمیگن انگلیسی ها، همیشه مینویسن فنلاندی ها، مینویسن دانمارکی ها، مینویسن سوئیسی ها، مینویسن سوئدی ها، هیچ نروژی ها، هیچ وقت نمینویسن سوئدی انگلیسی ها. من رفتم انگلیس، حالا براتون میگم. الو، گوشی داشته باشی. جناب توکلی عزیز توجه داشته باشی که من 3-4 دقیقه بیشتر وقت ندارم. منم 2 دقیقه بیشتر نمیخوام. خواهش میکنم بفرمایید. عرض کنم بزرگتون در روز 25 مرداد وقتی که سرهنگ نصیری رو میگیرن یک مش توده‌ای، یک مش مجاهد، کسانی که دوروبر شاهزبان مصدق بودند و میان تو خیابونها توده‌ای ها و مصدقی ها مرگ برشا میگن و ما همه خونمون از مصدق هست و فلان اینا. مجسمه های شاه میارن پایین. بله، شاه برای 2 روز کشور رو ترک میکنه ولی در روز 28 مرداد 32 مردم ایران که از خدمات پدر و پسر آشنا بودن قیام میکنن و قیام 28 مرداد. این رو چه نمیشه گذاشت فرار؟ شاه وقتی که دید، شما مگر نمیدونید که حسین فاطمی رفت به قتل درها رو لاک و مور کرد؟ چرا جواب خودتون رو نمیدید؟ فقط میاد ایراد میگیرید که شاه چرا رفت. شاه به این خاطر رفت که یک مشت نمک نشنار تحت فشار گذاشته بودن. این رو خواستم بهتون بگم. بسیار متشکرم از یادآوریتون، مرسی. بله، من
برنامه هم یه دقیقه مونده، دیگه فرصتی نیست که مطلبی رو آغاز کنم. بسیار سپاسگزارم از خانم مرجان کارگردان فنی و خانم آهیدا در اتاق فرمان. بسیار سپاسگزارم از آقای همایون هوشیار نژاد مدیر و صاحب تلویزیون عصر امروز و خانم گرامیشون خانم پوری هوشیار نژاد. و بسیار متشکرم از شما خانم‌ها و آقایون عزیزی که به این برنامه توجه کردید. به هر حال امیدوارم که زیاد من اذیتتون نکرده باشم و براتون شادی و پیروزی و تندرستی آرزو می‌کنم.